روشن شد. درود بر شما بینندگان عزیز. هر موقع که این آقای پاسدار اینجا نیستن یه مشکلی پیش میاد، درست مثل امروز برای ضبط برنامه. چند سال پیشم که ایشون پیش دکتر رفته بودند، چند سال پیش تقریبا که نه تحقیقا 9 سال پیش 11 سپتامبر سال 2001 ایشون برای فیلمبرداری خدمت پروفسور رحمانزاده رفته بودند و نپرسید چرا. توی برنامه 5 6 دقیقه من نمیتونم تمام زندگی ایشون رو بگم. به هر حال تو همون یکی دو ساعتی که ایشون پیش پروفسور رحمانزاده بودن، خبر به بن لادن رسید که چه نشسته ای که دوربینی برای ثبت وقایع در کار نیست. بن لادن هم هواپیماهای بلند پروازیش رو بلند به پرواز در آورد و صاف رفت سراغ مرکز تجارت جهانی در آمریکا. اما از اونجا که این جماعت هنوز برای شناختن دست چپ و راستشون مشکل دارند، به جای در از دیوار وارد شدند و برج‌های مرکز تجارت جهانی هم وقتی به جای قیافه دلنشین خلبان‌ها چشمش به جمال اینها افتاد، بر زمین افتاد و نقش بر زمین شد و 3000 نفر رو به کشتن داد و تازه اون موقع رئیس جمهور آمریکا یادش افتاد که بایستی با تروریست‌ها مبارزه بکنه. رئیس جمهور آمریکا وقتی این اتفاق افتاد به یادش اومد که طالبان رو خودش در افغانستان رشد و پرورش داده. در این کره زمین ناهمگون ما 3 رویداد بدشگون اتفاق افتاده که بهای اونها با خون مردم پرداخت شده. اول انتخاب جورج بوش پسر بوده در آمریکا، دوم قدرتگیری طالبان و فضای رشد برای بن لادن بود در افغانستان، برای سومی هم کافیه شما یک مقدار از آشپزی آشنایی داشته باشید. کافیه جورج بوش و بن لادن رو با چاشنی انفجار در یک ظرف مخصوص بریزید و به هم بزنید، یکی دو پیمانه از آقای مشایی آقای حسین شریعت مداری به اون اضافه کنید و بیش از مقدار لازم بینمکی حاصل از شعارها رو به اون بیفزایید و در روغن ولایت خوب سرخ کنید تا محصولی به نام احمدی نژاد به دست بیاد. برای تزیین این غذا از سبزی و سبزه استفاده نکنه، چون هیچ مناسبتی با این غذا نداره. اون که آشپز اصلی بود نتونست بهتر از این به وجود بیاره، چه برسه به من و شما. ضمن اینکه این غذا هر سبز و سبزی رو میخوره، حتی اگر رنگ سبز پرچم ایران باشه. جورج بوش ثانی و احمدی نژاد فانی از خیلی جهات شبیه هم هستن، به خصوص از جهت منطق و استدلال. جورج بوش پسر که به زور رأی دادگاه تجدید نظر انتخاب شده بود، بعد از این واقعه گفت هر کس با من نیست و در کنار من نیست تروریسته و من تروریست ها رو نابود میکنم. احمدی نژاد پدر هم که به زور تصمیم بیدادگاه انتخاب شده بود، البته بدون حق تجدید نظر، با همون منطق گفت که من اسرائیل رو معفو میکنم، 11 سپتامبر هم کار خود آمریکاست، اسنادش هم در وزارت امور خارجه موجوده. جورج بوش همونطور که بعدها با منطق پیدا کردن سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کرد و همه چیز رو از قبر و غار بیرون کشید، حتی صدام رو، اما نتونست سلاح‌های کشتار جمعی رو بیابه، با همین منطق به افغانستان هم حمله کرد برای پیدا کردن و کشتن بن لادن، اما همه رو یافت و کشت الا خود بن لادن رو. دنیا فهمید که اگر میخواد به زعم رئیس جمهور وقت آمریکا تروریست نباشه، در کنار تروریست هم قرار نگیره، بهتر متحد بشه و سیاست‌های واحدی رو دنبال کنه. اما آمریکا دریافت که دوران برج و بارو گذشته و به جای اینکه تجارت جهانی رو در دست داشته باشه، بهتره به کاشت پنبه و برداشت سر اقدام بکنه و با سیاست پنبه و سر به دنبال در دست گرفتن مرکزیت اقتصاد جهانی باشه. آقای اوباما بر سر کار اومد تا با این سیاست سعی کنه آثار به جای مونده از رؤسای جمهور قبلی، به خصوص جورج بوش پسر، رو لکه‌گیری و پاک بکنه. آقای پاسدار اما مرتب دیگه مجبور شد سر کارش حاضر بشه تا دوربینش این فرصت‌ها رو از دست نده. بعد از اون بود که دیگه نه از بن لادن خبری شد و نه از جورج بوش اثری، اما زور ایشون به احمدی نژاد نرسید. البته جای تعجبی هم نداره، این قوم از جنسی دیگر هستند. آقای جنتی رو هم که دیدیم بعد از اینکه اسرائیل به سراغ ایشون رفت، اگر وساطت خود خدا نبود اسرائیل قبض روح میشد و با دخالت خود خدا اسرائیل دست و پا شکسته به مقر بازگشت. آقای احمدی نژاد همچنان مصرن در پی محو و نابودی اسرائیل هستند. کارشناسان بزرگ دنیا معتقدند که ایشون پاککن مورد نظرشون رو پیدا نکردن تا نام اسرائیل رو پاک کنن و ایشون خیلی سفت و سخت به دنبال تولید این پاککن هستن. اما من شما اعتراف میکنم، آقای پاسدار میگه این سیاست مداران سیاست مدارن،
و الا اونها مثل آقای احمدی نژاد دنبال این هستن که حواس همه رو و توجه همه رو معطوف به این پاک کن کنن و از قلم آقای احمدی نژاد غافل بشن که روی نام صدها ایرانی خط زده و بر دور نام هزاران ایرانی حصار کشیده. از این انشایی که خدمتتون تقدیم کردم دو نتیجه اخلاقی میگیریم. اول اینکه نه علم خوبه نه ثروت، بلکه اسلحه خوبه و حماقت، که اگر این دو رو داشته باشیم علم عالم ثروت ملت رو بر شما مباح و حلال میکنه. و دومی که وقتی از دفتر کارتون میخواید خارج بشید، کنترل رو به دست هر کسی ندید و به کسی اعتماد نکنید و الا مثل من این برنامه رو میفرسته روی آنتن و اون وقت شما بایستی پاسخگو باشید. تا اومدن آقای پاسدار، من توجه شما رو به قسمت برنامه جلب میکنم.